بازی. و فقط اونی که مهمه این است که شخص پیدا کند یا به اون نشان بدهن که در برابر چه کسی شایسته است که آدمی پاک باز باشد و بی توقع همه چیز خودش رو به او ببخشد و اهل فتوت بشود، به تعبیر مولد اهل کرم بشود، قربان خاص بشود، پاک باز بشود. این پاکبازی درسی بود که شمس تبریزی به مولوی داد. گفت تمام اون چرا که آموخته ای، تمام اون چرا که داری، همه اینها رو بدون توقع هیچ نتیجه‌ای باید حاضر باشی که از دست بدی. تنها پاداش تو این است که شجاعت داری که این پاکبازی رو بکنی، شجاعت داری که پا به وادی چنین قماری بگذاری، همینو بس. و توقع هیچ آینده روشنی، هیچ نتیجه لذیذی و مطلوبی رو نباید داشته باشی. و او مولوی رو آماده کرد برای این کار و البته لقمه خیلی درشتی هم گیر او آمده بود، برای اینکه شرط پاکبازی این است که آدم توانگر باشه. کسی که هیچی نداره چی رو ببخشد، چی رو ببازد؟ در عالم قربانی کردن، قربانی هرچی فربهتر باشد ارزش بیشتر داره. یه قربانی لاغر قربانی نیست، یه قماری که شخص با دست توهی وارد این قمار بشه و آماده باختن باشه قمار نیست، مردانگی نیست، شجاعت ندارد اونجور باختن. پاک بازی وقتی معنا و فضیلت و ارزش بیشتر پیدا میکنه که آدمی هرچه توانگرتر، سرمایه‌دارتر و ثروتمندتر باشه. تا وقتی که باخت، باختن او نشانه دلیری بیشتر او باشد، نشانه گذشت بیشتر او باشد. اینطوریه دیگه. و در واقع شمس کسی مولوی رو دعوت به این پاکبازی میکرد، نه هر کسی رو، نه هر آدم توهی دستی رو که تو بیا هر چه داری بباز. چیزی نداشت که ببازه. گفت هیچ دیگر بر چنین هیچی منه، نام دولت بر چنین پیچی منه. دیگه اسم دولتمندی نمیشد بر اون توهی دستی ها گذاشت. کسی که دستش پر بود او رو میشد دعوت کرد به پاکبازی. و مولوی البته این کار رو کرد، این کار رو کرد. ما در طول زندگی غزالی هم سراغ داریم، او هم همین پاکبازی رو کرد یک نوبت. یعنی همه این بزرگان چنین بودن که یه گذشته بزرگی اونها رو به درجات رفیع بعدی میرساند، من جمله مولوی. از این به بعد مولوی در واقع واجد دو صفت شد در اثر این پاکبازی، و اون دوران کوه صفتی او پشت سر نهاده شد و دوران شخصیت جدید فرا رسید. در این شخصیت جدید مولوی دو چهره مهم از خودش به ما نشان داده است، یکی چهره دریایی او و دیگری آفتاب صفتی او. من این رو اول عرض بکنم که خود این که مولوی میگفت من به آفتاب نگاه میکنم، من غلام آفتابم، من غلام ماهم، غلام قمرم، اینها سخنانی بود که از چند جهت معنا داشت و به چند مطلب در عصر او و در میان همفکران او ناظر بود. ببینید یه داستانی هست که از شمس تبریزی نقل شده، خود او نقل کرده است که در راهی که می آمد تا به مولوی برسه، بر سر راهش در سوریه به اوحدالدین کرمانی برخورد کرد. اوحدالدین کرمانی از کسانی بود که به تعبیر خودش در صور نظر می کرد. این رباعی مشهور است از او که زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که ز معناست اثر در صورت. این عالم صورت است و ما در صوریم، معنی نتوان یافت مگر در صورت. این جزء یکی از عادات مذموم صوفیان در آمد که به جوانان، به پسران زیبارو مهر می‌ورزیدند، اونها رو در خانقاه ها داشتند و رفتار مذمومی با اینها داشتند. حالا از اون عوام صوفیه و اون سفله و اینها که حتی روابط نامشروع داشتند با اینها اگرم بگذریم، نفس این که پاره از این صوفیان یا عارفان یا عارف نمایان یه چنین مراوداتی با این احداث، یعنی پسرکان زیبارو داشتند، خانقاه ها رو پاک بدنام کرده بود. اونا خودشون توجیهاتی داشتن برای این و همین رباعی که از اوحدالدین خواندم توجیهش بود. میگفت این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان یافت مگر در صورت. ما برای اینکه به معنا برسیم باید از طریق صورت
عبور کنیم. حسن خدا رو در حسن این زیبارویان میبینیم و بعد از اینجا ارتفاع میگیریم، بالا میریم تا به خداوند برسیم. مولوی البته از کسانی بود که به جد با این مطلب مخالف بود. در همون داستان که شمس تبریزی نقل کرده یا از او نقل کرده اند آمده است که شمس به اوحدالدین گفت چه میکنی وقتی که دید در خانقاه او از این پسرکان هستند. گفت که عکس ماه رو در آب تشت میبینم، یعنی همین، یعنی معنا رو در این صورت میبینم، یعنی جمال الهی رو در جمال بشری نظاره میکنم. شمس تبریزی به او گفت که اگر دنبل بر قفایی نداری چرا ماه رو در آسمان نمیبینی؟ گفت تو معلومه که گردنت یه عیبی داره، سرتو نمیتونی بلند کنی وقتی ماه در آسمان است. خب نگاه کن به خود آسمان، چرا عکس ماه رو در آب تشت، در آب و حوض میخوای ببینی؟ این معنا رو شما در نظر داشته باشید که یک کسی میگوید که ما نمیتوانیم اون جمال رو ببینیم مگر در آینه جمالهای دیگر. از اونجا شروع میکنیم و بعد پله پله و قدم قدم بالا میریم تا به جمال ازلی و آسمانی برسیم. یک کس دیگری مثل مولوی درست در برابر همین هاست که میگه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. من چون که غلام آفتابم اصلا با خود آفتاب تماس میگیرم، نه با عکسش، نه با تصویرش در آب حوض و در آب تشت. چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. من پی که این آفتابم، خودم با او مخفیانه تماس دارم، تماس میگیرم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. توجه میکنی؟ این نکته مهمی است که در مولوی آمده است.